ادامه موج اعدام در ایران، در اصفهان، جویبار، بندرعباس و گوهردشت کرج گروه دیگری اعدام شدند. اعتصاب قضای دانیان سیاسی از جمله اعتصاب قضای دراویش گنابادی در زندان ولایت. آن سوتر انتشار اطلاعاتی تازه درباره مسئولان شکنجه زندانیان سیاسی در اوین و خبرهای دیگر و این پرسش که آیا دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، در ارتباط با تأمین حقوق بشر در ایران تا کنون اقدامی به عمل آورده است؟ چرا تعداد اعدام ها پس از روی کار آمدن دولت حجت الاسلام روحانی در ایران افزایش یافته است؟ جمشید چالنگی هستم، با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیش رو. همراه من و شما میهمانان برنامه آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار در استودیو، و در واشنگتن پوشیده از برف آقای اردوان روزبه، مدیر رسانه خبری رادیو کوچه. در ادامه برنامه آقای فرده صابری، تحلیلگر سیاسی از استکهلم، با من و شما خواهد بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای ناصر محمدی عزیز. درود بر شما جناب چالنگی و جناب روزبه و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای ناصر محمدی، موج اعدام ها در ایران همچنان ادامه داره، به جرم ها یا اتهام های مختلف در اصفهان، در گوهردشت، در بندرعباس و جاهای دیگه. معمولا هم در مواردی اعلام نمیشه جرم یا اتهام خیلی از زندانیان به طور آشکار، دادگاهایی هم که تشکیل میشه خب بسیارش محرمانه است، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی. دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی و حامیان این دولت از جمله آقای رفسنجانی در این زمینه چه اقدامی تا کنون به عمل آورده؟ یعنی اینکه یک مقدار به قول خودشون، لغتی که هست، شفاف سازی در این زمینه، گذشته از اینکه حکم اعدام بسیاری باش مخالف هستن. والا در مورد شفاف سازی که واقعا به اعتقاد من جناب چالنگی دارن شوخی میکنن. ببینین، اگر بخوایم واقعا ریشه این کار رو نگاه بکنیم که در کجاست، اختلافی است که بین موازین شرعی به نحوی که آقایون تفسیر میکنند و اون اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره. وقتی که میگوییم حقوق بشر، خب به هر حال ما نظرمون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، چون تنها سند نوشته شده ای هستش که در این زمینه وجود داره و به هر حال اکثریت کشورهای دنیا هم قبولش کردن، جوامع قبولش کردن و جواب هم داده. البته در جمهوری اسلامی، با آنکه یکی از عللی که در واقع انقلاب به راه افتاد و میگفتن که حقوق بشر رعایت نمیشود، از روز اول این نقض حقوق بشر شروع شد. حالا من نمیدونم که چرا بعضی فکر میکنن که در دولت آقای حسن روحانی باید وضع دیگرگون بشود. مگر خود آقای رفسنجانی بر سر کار نبود؟ مگر خود آقای خاتمی که حامیان آقای روحانی هستن بر سر کار نبودن؟ مگر اعدام ها و شکنجه ها و زندان های بیقانون بدون واقعا جرم و جنایتی که صورت گرفته باشه، بیگناه به زندان ها رو شکنجه، زندانیان رو شکنجه نمی کردن؟ ببینید، اجازه بدید اشاره بکنم. دیروز روز دوشنبه آقای مصباح یزدی آب پاکی رو ریخ رو دست همه. این مسئله سند حقوق شهروندی که آقای روحانی میگویند میخواهند بنویسند و در دست تدوین هستش که حقوق شهروندی تعیین بشه، آقای مصباح یزدی که یکی از در واقع بزرگان نظام هست الان، راحت و آسوده گفته است آقا اگر آقای رهبر ما گاهی هم از حقوق بشر صحبت میکنه، به واسطه که این زبان رو غربی‌ها میفهمن، ولی بین ما و
فرض بکنیم بهایی و یهودی فرق هست. اگر قرار باشه مسلمان با بهایی و یهودی یکسان باشه، این اصلا خلاف دین هست. بنابراین ما اون آیین، اون سند شهروندی رو اصلا قبول نداریم. اگر هم فرض بکنید یه روزی امام گفته بودن در حقوق بشر، به خاطر اینکه غربی ها این کلمه رو بیشتر میفهمند، و الا ما به حقوق بشر اساسا اعتقادی نداریم. بنابراین آقای روحانی از وقتی که آمدن، با وجود اینکه وعده هایی دادن، خودمون میدونیم، اخبار حکایت از اون میکند که تعداد اعدام ها نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده. جناب شالنگی بسیاری از موارد رو اعلام نمی کنند، حتی نمی گویند که این چه جرمی کرده، همه رو به جرم این که قاچاق کرده است و مواد مخدر جابجا کرده میارند اعدام میکنند، که اخیرا هم دیدیم که حتی اجازه نمیدن اون آخرین خواهشش هم برآورده بشه که مثلا مادرش رو ببینه. به هر حال انتظار اینی که داشته باشیم که چه دولت آقای حسن روحانی چه دولت دیگری بر سر کار بیاید در جمهوری اسلامی حقوق بشر رو رعایت کنه، انتظار بیجایی است، به واسطه این که اساساً اون مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر با موازین شرعی که آقایون برداشت میکنند زمین تا آسمون تفاوت داره و اینها حقوق بشر رو رعایت نخواهند کرد. جناب شالنگی من اجازه بدید یه جمله دیگه فقط بگم، و اون این استش که خود آقای خامنه‌ای میگوید اگر امروز ما مسئله هسته‌ای رو قبول بکنیم، فردا اینها مسئله حقوق بشر رو جلو میکشن. خودشون هم میدونن که از نظر حقوق بشر کارنامه مردودی دارن به اعتقاد بنده. سلام به شما آقای اردوان روزبه در واشنگتن. سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که در برنامه شما امروز هستم و دقایقی از دیگر دوستانم یاد میکرم. آقای روزه، اون چه که آقای محمدی گفت شنیدید؟ در جمهوری اسلامی با رفتن این یکی آمدن آن دیگری، چون همه در یک دایره در حرکت هستن و هر چند ماهی یک سمتی رو اشغال میکنه، اینی که حقوق بشر بر موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت بشه امکان پذیر نیست، چون اساس این نظام به گفته آقای محمدی با حقوق بشر به اون مفهومش مغایرت داره. این نظر چند روز واقع بینانه است؟ البته نظر جناب آقای محمدی به دور از واقعیت نیست. متاسفانه علارغم این که در جمهوری اسلامی در سالهای پیش از این، یعنی در ابتدای دهه 70 در ارتباط با منشور حقوق جهانی بشر با تایید مجلس شورای اسلامی در اون زمان این منشور پذیرفته شد و یه سری کنوانسیون های بین المللی که وجود داشت رو ایران قبول کرد، اما متاسفانه اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم به موضوع، پذیرفتن اون موارد تا کنون هیچ وقت به شکل عملی و شکل واقعی به خودش نگرفته. دلایل خیلی متنوعی هم داره که اون دلایل خب قابل طرح ممکنه به خیلی از موارد واقعا اینقدر وقتی بخوای طرحش بکنی که به پیچیدگی های اجتماعی میرسه تا مواضع حاکمیت در ایران. اما به طور کلی من میتونم اینجوری به موضوع نگاه کنم، تفاوت بین حقوق بشر یعنی قوانین حقوق انسانی در نوع بین المللیش و حاکمیت شرع یه تفاوت‌های مشخصی داره که این دوتا رو در کنار هم دیگه در طول سالها ملغمه‌ای رو از نظر قوانین دادرسی در ایران به وجود آورده که من فکر می‌کنم رفع این مشکل کار اصلا آسونی نباشه. به جهت اینکه مثلا خیلی ساده است که بارها این مطرح میشه از ناحیه قوه قضاییه که ما در ایران چیزی به اسم حکم اعدام نداریم، در حالی که خب این یه شوخی بزرگ است. واقعیت اینه که بله ما حکم اعدام نداریم، اما بنابر حکم شرع یه آدم رو شما از بین میبرید و اسمش میگید اون اسمش اعدامه، این اجرای حکم شرع هستش، یا مسئله دیه هستش، یا مسئله نمیدونم خونبهاست، یا هر چیزی که وجود داره، چیزایی که در واقع شکل موازی داره. به زعم من قضیه یک بخش دیگر هم داره، علاوه بر اینکه معتقدم شاید آقای محمدی کاملا درست است و در خیلی از موارد این اتفاقات نیفتاده، اما آنچه که داره روی میده به نظر میرسه که میتونه بچه دومی هم باشه. ببینید به هر حال آقای روحانی برای اولین بار پیشنویس سندی رو مطرح میکنه که حتی صحبت کردنش در مورد اون کار آسانی نیست،
یعنی شما در ایران و جمهوری اسلامی اگر میخواستید سال گذشته 2 سال پیش در دوران آقای محمود احمدی نژاد به درس با مسئله حقوق بشر و حقوق انسانی منشور حقوق شهروندی بخواید یکی از این موارد رو مطرح میکردید، تقریبا کار غیر ممکنه. به نظر من طرح این موضوع خودش آغاز یک راه، اما پر واضحه که تا تغییر در بدنه لایه‌های بالای حاکمیت به نوع، حالا من فروریزی رو به این معنا همیشه میترسم ازش، به جهت اینکه ریختن پایین، جایگزین شدن افرادی که معلوم نیست واقعا بتونیم راجبشون چجوری صحبت کنیم، خیلی از چیزا این همه دغدغه‌ای منه که شاید یه برنامه دیگه اصلا ضرورت باشه راجبش صحبت بکنیم. اما با توجه به اینکه در مجموع حاکمیت اگر احساس بکنیم بسیار آرام و حتی نباتی به نظر من داره تغییراتی در لایه‌های مدیریتی به وجود میاد، این روند که قطعاً روند طولانی خواهد بود اگر ادامه پیدا کنه، شروع همین بحثا نظیر منشور حقوق شهروندی و طرح بعضی از موارد روزی میتواند مفید باشه. اما اینکه خب ببینید آقای، شما جوری صحبت میکنین که انگاری در یک مملکتی که تا به حال چنین سوابقی نداشت اردمان عزیز، یعنی اینکه همین که به طور کند و آرام و یک ملای شیعه رسیده به مسند ریاست جمهوری حالا بیاد از حقوق شهروندی کمی صحبت کنه و این روند کم کم شروع بشه، این خیلی اقدام مثبتی است. بله من معتقدم است. آقا مگه این حکومت بعد دوش مردم ایران به آقای خمینی به قدرت نرسید یا بقیه این حضرات ملایان شیعه، اون هم در کشوری که بالای 15 میلیون اهل سنت ما داریم؟ آقای چالنگی یه چیز رو فراموش نکنید، ما اگر بخوایم راجع به این صحبت بکنیم که بگیم آقا یک روحانی آمده از حقوق شهروندی رو مطرح کرده است و چنین و چنان و آیا مگر تغییر میشود، من میخوام این سوال رو بکنم. واقعیتش اینه که در بین خود مردم هم هنوز ما به این احتیاج داریم که فرهنگ سازی بشه در ارتباط به مسئله اعدام، مسئله خشونت های این چنینی. بخشی از مردم با این مسئله موافقن، چه بخوایم خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، این یه حقیقته. اگر شما میبینید در یک صحنه اعدامی وقتی یه جای تیرداری رو درست میکنن که وحشتناکه و شرم‌آور دیدن این صحنه حداقل در خیابان، شما این هزاران نفر جمع میشن، هزاران نفر شعار میدن، یعنی این یک بخش از فرهنگ اون جامعه است، جامعه فرهنگش میپذیره که این آقا اگر کسی رو زده کشته باید دارش بزنه، یعنی بخشی ازش هست. این که قطعا همینه، موضوع سر اینه که ما فقط نمیتونیم بگیم آقا چون حاکمیت اینجوری تغییر نمیکنه، خب بخشش به مردم برمیگرده. بله اجازه بده من پس این نکته رو آقای محمدی در بارش توضیح بدم. والا بله بفرمایید، ببخشید. آقای محمدی توضیح ببینید، حرف اردوان عزیز این هستش که آنچه که حکومت انجام میده در مورد نقض حقوق بشر دست کم بخشی از جامعه باش موافقه، حرف بی اساسی هم نیست. جامعه از یک طرف، مردم اشاره میکنن که اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش از اون، قرنها پیش از اون کوروش پادشاه ایرانی منشور حقوق بشر رو نوشته، اما همون اولاد کوروش و داریوش که اینا بخششون رو مثلا ما میبینیم میرن میشینن برای یک اعدام، همین الان میتونیم تصویرها رو میبینیم، ما صلوات میفرستن، تشویق میکنن اعدام کننده ها رو و و و و این حرف بی اساسی نیست که بخشی از جامعه به هر حال چنین حکمایی رو میپذیره. الان پدر بزرگی دو فرزند دو نوه یکی دیگه در سن کودکی نوجوانی کشته، اون دومی رو که گرفتن و زندان بود و محکوم به اعدام رفتن از همون پدر بزرگ رضایت بگیرن و نه اعدامش کنید این نوه. حضورتون عرض کنم اولا که ما در مورد حقوق بشر داریم صحبت میکنیم نه فقط اعدام، حالا من میپردازم به اعدام. حقوق بشر خب جنبه های مختلف داره، از آزادی بیان و آزادی اجتماعات گرفته تا اینکه حق یک انسان هست که وقتی دستگیرش میکنن وکیل داشته باشه، تفهیم اتهام بشه، صدها مورد داره حقوق بشر، فقط اعدام نیست. این یک. دوم این که من نمیدونم جناب روز به چه جوری میبینن قضیه رو که بعد از 35 سال یک نظامی که با شعار حقوق بشر آمده بر سر کار، حالا یه ملای دیگری آمده میگوید من میخوام سند حقوق شهروندی بنویسم.
بنده ارجاع میدم به حقوق بشری که مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت ما حقوق بشر اعلامی جهانی حقوق بشر قبول نداریم، خودمون حقوق بشر اسلامی داریم و اگر رجوع بکنید میبینیم که چجوریه. ببینید نظام اسلامی است، تعارف هم نداره. چرا داریم شوخی میکنیم با نوشتن یه سند؟ حالا باید 30 سال دیگه هم منتظر باشیم که ببینیم این سند تصویب میشه. ما میدانیم که تمام این کارها وقتی انجام شد، این سند رو امضا کردن، بعد خواستن حالا 7-8 سال دیگه یه گوشش رو اجرا کنن، یه ولی فقیه اون وسط هست میاد میگه آقا من مخالفم، تموم شد و رفت به همین راحتی. اما اشاره میکنیم که جامعه بخشش قبول داره، این جامعه رو عادتش دادن. شما وقتی میاری در خیابان اعدام میکنی، بعد یک بیانیه قرا هم از طرف قوه قضاییه خوانده میشود که این پاداش و سزای کسانی است که امنیت مردم رو به هم زدن، در حالی که ممکنه اصلا جرم سیاسی داشته باشن و خیلی چیزهای دیگه. خب بعد میارین یه عده ای رو از خودتون جمع میکنید اونجا، حالا 1000 نفر آدم، برای رژیم کاری نداره، خیلی راحت این کار رو میکنه. این به معنای اون نیست که واقعا طرف به دست بچهش رو میگیره 5 صبح میاره تو خیابون که بریم صحنه اعدام تماشا کنیم. آیا ما میتوانیم بگوییم که چون جامعه میخواهد اینا دارن اعدام میکنن؟ خب موقع که اعدام نمی کنن پس جامعه باید تظاهرات کنه که چرا اعدام نمی کنید. این چه، من نمیدونم، این دید رو قبول ندارم متاسفانه، با تمام احترامی که برای جناب روزبه قائلم. بخشی از جامعه وقتی با چیزی موافق است، اصلا این بخشی از جامعه به اتهامات اون آدم اصلا اشراف داره، آگاهی داره. این رو اگر فرض بکنید اعدام هم بخوام بکنن، در خفا اعدام بکنن، چه اشکالی داره؟ مخصوصا یه همچی کاری رو میکنن که قبح قضیه از بین بره، مردم بیان صلوات هم بفرستن. من متاسفانه فکر میکنم دلخوش کردن به این حقوق، سند حقوق شهروندی و این چنین چیزها در جمهوری اسلامی، فکر میکنم به زیان ما خواهد بود، جز این که فقط معطل اون بکنه که یک کار فرهنگی دیگری بخواد انجام بشه. خب اردوان عزیز، تفسیر شما رو میشنوید درباره اون چه که آقای محمدی گفت. خواهش میکنم. البته پروازه است که من فکر میکنم ما اینجا یه تناقض باید راجبش صحبت بکنیم. از یه طرف میگیم که مردم کاری نیستند به جهت اینکه حاکمیت برای اونها یه مدل سازی میکنه و در نتیجه به خاطر مدل سازی میان، از یک طرف توقع تغییر از ناحیه مردم رو داریم. خب این به نظر من یه تناقضه، چون اگر مردم تابع حاکمیت هستن که پس ما چرا داریم سر چه چونه میزنیم با هیچ دیگه؟ حاکمیت مردم میبره جلو، حاکمیت داره مردم رو کنترل میکنه، در نتیجه مردم که نقشی ندارن، پس چطور متوقع هستیم یه روز این مردم بخوان چیزی رو در شرایط خودشون عوض کنن؟ نه، من با این صحبت موافق نیستم. اون مردم نقش دارن، اون مردم باور دارن، اون مردم چه بخواهیم چه نخواهیم بخششون باورشون بر اینه که مجازات فردی که مثلا اگر به یک خانومی در خیابان تجاوز کرده بی‌رحمانه اعدام و اونم میپذیریم، این بخش از اون فرهنگ اجتماعی مردم. سوال این است مگر همین مردم در دوران اعدام کردن کسی مثل اسقر قاتل هم توی خیابان جمع نشدن؟ و همین مردم بودن دیگه. اون دوره هم که دوره حاکمیتی بوده که مدلش نه مدل فرهنگش و فرهنگش مدل اسلامی بوده و نه غیره. این بخش از فرهنگ مردمه که مردم میپذیرن این حرکت رو. این تغییر مهمه. من یادم میاد حکومت با یه همچین فرهنگی چه میکنه؟ حکومتی که الان این فرهنگ ریشش در کجاست؟ در مذهب، در اسلام، در کجا هست؟ البته این فرهنگ لذت بردن، بگذاریم از این که اولین کسی که در چه دولتی دست، و فقط برای اطلاعات بینندگان من میگم، در دولت دکتر محمد مصدق بود که اعدام کردن با جرثقیل آغاز شد در ایران. اما اینی که مردم به تماشای اعدام میرن و مردم خوشحال میشن از جون دادن یک انسان بردار، در جای دیگه هم این بوده، پیش از اینکه وارد اون مقایسه بشیم با کشورهای دیگه. در ایران ریشه چنین فرهنگی که شما اشاره میکنید بخشی از مردم دارن در کجاست؟ در اسلام، در تربیت دینی، در آنچه که
روحانیت، ملای شیعه و دیگر ملایان بر منبر گفتن در کجا هستش؟ در حال یه بخشیش آقای چالنگی برمیگرده اصلا به اون ساختار ژئوپلیتیکی که مردم ایرانی دارن توش زندگی میکنن، این جغرافیای سیاسی که انسانهایی که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن ناخواسته به خودشون یه سری چیزهایی همیشه دارن با خودشون راه میبرن. داشتم این عرض میکردم که وقتی که یادم میاد در زندان تگزاس سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، یه سال 2012 بود، وقتی که داشتن یه نفر رو اعدام میکردن، تجمعی با همین تعداد جمعیت در جلوی زندان تگزاس تشکیل شده بود. اما این تجمع به عکس اونهایی که با فلاسک چای و دست بچه‌شون میگیرن بیان ببینن طرف چجوری جون میده روی جر صغیر، این آدم ها جمع شده بودن که جرین اعدام بگیرن و درخواست بکنن که درخواست بررسی پرونده دوباره درخواست استیناف بدن. این اتفاق نیفته. ببینین بخشی برمیگردن فرهنگ اجتماعی جامعه. حالا شما اردوان عزیز پاسخ من رو میدیم اینه که جزء فرهنگ اجتماعی مردم هست از دیرباز اینا، منطقه پاسخی من دنبالش هستم برای اینکه بشکفت ببینیم این ریشه چون این فرهنگی در کجا هست. در همین آمریکا هم یک زمانی برحال در همون تگزاس آدم های لینچ میکردن، تکه تکه میکردن سیاپوستا رو، بعدن به مرور تصحیح شد. حالا ریشه این مسئله ای که در ایران وجود داره در کجاست؟ در مسیحیت اگه میگه چشم در برابر چشم، آیا در ولکم فی الحیات قصاصون هست؟ در چی هست؟ در کجا هست که مردم لذت میبرن از این که طبیب حاضر میشه دست یه کسی که از سر ناشاری دزدی کرده ببره؟ بحث اصلی بین فقهای عزام این هستش که دست رو از اینجا باید برید یا از آرنج برید و این چیزای مختلف است. این ریشش کجاست؟ متاسفانه وقتی ما ارزم همین بود، وقتی که ما در مورد جغرافی سیاسی که مردمی که در اون منطقه دارن زندگی میکنن نگاه میکنیم و بخوایم ببینیم، میبینیم بخشیش برمیگرده به دوران تاریخی این مردم که به هر حال روش های انتقام گرفتن و روش های پاسخ دادن به یک رفتار کاملا روش های خشنی بوده. ولی این روش ها چطور است که در امریکا اصلاح میشه؟ مثلا در همین دهه مثلا 40 امریکا هم آدم ها رو میزدن به قول شما لینچ میکردن، ولی الان دیگه در این جامعه حتی به همون آدم ها نمیگن سیاه پوست، به اونها میگن آفریقایی های و آمریکایی های آفریقایی تبار. اینقدر این فرهنگ عوض میشه. متاسفانه من قبلا فکر میکنم در بحث قبلی هم اشاره کردم، در جامعه ای که حاکمیت دینی باشه، حالا از نوع هر نوع الگویی که میخواد داشته باشه و از هر نوعش که باشه، حاکمیت دینی به اون چیزهایی که باور داره در جامعه دامن میزنه. یعنی در یه حاکمیت دینی نمیاد فرصت‌هایی داده بشه به که این که خب حالا اگر اعدام نباشه روش های جایگزین چی هستش، که البته این بحث خیلی بلندی که الان اگر در ایران اعدام نکنن چه اتفاقی خواهد افتاد. من گاهی اوقات به این فکر میکنم نه، وقتی سازوکارش نیست خیلی هم نمیشه راجبش صحبت کرد به این راحتی. اما به طور کلی در جامعه ای که وقتی صداهای مختلف به این راحتی شنیده نمیشود و صدای حاکمیت صدای پرقدرتی است که این فرصت رو داره استفاده میکنه از بخش از همراهی جامعه، پر واضح این تغییر بسیار لاک پشتیه. اگر بخواد تغییر ایجاد بشه، اگر بخواد تحول ایجاد بشه، چون حاکمیت دینی است، عرض کردم با هر نوع دینی من معتقدم، بس فقط بحث اسلام نیستش، حاکمیت وقتی دینی میشه شر، مشروعیت، قوانین الهی، هر نوع قانونی که وضع شده از طرف بشر باشه رو خط بطلان روش میکشه، چون میگن این فرادست این قانونه، لذا اجازه به هیچ کس نمیده که نظر دیگه ای مطرح بشه. و در نتیجه وقتی ما میبینیم که در جامعه ای دین حکومت میکنه و به این باور هستش که باید دست کسی رو قطع کرد و اون بخش جامعه هم هیچ وقت فرصت شنیدن صدای متفاوتی رو نداره، این گسترش پیدا میکنه. خب آقای محمدی، نکته این هستش که در ایران به هر حال امر قضاوت در دست ملای شیعه بود، یعنی روحانیت شیعه قضاوت رو در دست داشت، آموزش رو در دست داشت. همون تحولی که آقای اردوان عزیز بهش اشاره میکنن، به هر حال در پی انقلاب مشروطه به مرور دست روحانیت شیعه از امر قضاوت و صراحتن و با قاطعیت در دوران رضاشاه امر قضاوت از روحانیت، دادگاه های شرعی، محضرهای شرعی برای قضاوت گرفته شد
و شکل مدرنی پیدا کرد. الان بعد از این تحول بسیار بسیار اساسی بود و بعد از سالهای سال چه یه ترفندهای دوباره به روحانیون دادگستری رو پس گرفتن امر قضاوت رو. و از طنز روزگار این که در حال حاضر آقای پور محمدی هست وزیر دادگستری، کسی که در قتل زندانیان سیاسی نقش مستقیم اساسی داشته، چندین هزار نفر زندانی دهه 60 از هر فکر و طیف سیاسی که بودن به هر حال انسانهای ایرانی بودن که کشته شدن، ایشون و دو همدست دیگه شون فهیم کرمانی و بقیه به فتوای روح الله خمینی، اکثرا مجاهدین خلق بودن، مجاهدین خلق ایران در زندان دوران محکومیت خودشون و کسانی دیگه. این تحول الان ایشون شده وزیر دادگستری. بله آقای محمدی. بله این ادامه همون تحوله که دوران رضاشاه دنبال شد، دادگستری رو گرفتن. خب معمولا رو به آینده داره هر تحولی، که در چنین کشوری که آقای اردوان اشاره میکنن از نظر ژئوپلیتیک به هر حال همچین اتفاقاتی افتاده. بله ببینید، وقتی که ما داریم نگاه میکنیم به اون سند شهروندی و خیلی هم ابراز خوشحالی میکنیم، آقای پور محمدی رو هم باید ببینیم که همین حسن روحانی آورده است و وزیر دادگستریش کرده است. ببینید بحث این نیست که اگر مردم به حساب نمیان پس چرا انتظار دارید برون سرنگون کنند، اصلا این بحث ما نیست. ضمن این که از مجموعه حقوق بشر اعدام یکی از اونهاست. حالا ما تمرکز کردیم رو اعدام، حقوق بشر مسائل دیگری داره که روی اون هم میشود بحث. اما برگردیم به اعدام. همون جوری که الان حضرت عالی هم به درستی اشاره کردین، خب بعد از مشروطیت میاد دوران رضا شاه و به طور واقعی این بخش قضاوت، امر قضاوت از دست روحانیون که هر ملای مسجدی، هر امام جمعه‌ای میتوانست حکم قصاص بده، چشم در بیارن، دست ببرن، میگیرن میدن به دادگستری مرحوم داور و دیگران که واقعا روشن فکران اون دوره بودن، دادگستری رو درست میکنن، یه حساب کتابی میاد در سر کار. حالا ما بیایم بگیم زمان اسقر قاتل، که حالا اسقر قاتل به چقدر آدم ها تجاوز کرده بود و اینا بماند، بله ما میدان اعدام هم داشتیم، اما وقتی نگاه میکنیم به سیر این کار میبینیم که در این اواخر حتی صحبت از این استش که حکم اعدام باید از بین بره، مقاله ها نوشته میشه و وقتی نگاه میکنیم دیگر در مجمع در ملأ عام کسی رو اعدام نمیکنن. و الا برای یه حکومت جمع کردن هزار تا آدم واقعا کاری داره؟ درست همزمان با این اتفاقات نگاه میکنیم میبینیم یه نفر یه مقاله مینویسه در روزنامه آسمان در مخالفت با قصاص اسلامی، روزنامه رو میبندن، طرف رو هم تحت فشار قرار میدن. اون موقع که آقای خمینی زنده بود جبهه ملی با لایحه قصاص مخالفت کرد، گفت آقا این غیر انسانیست. آقای خمینی اومد گفت اینا اصلا مرتدن، اینا زناشون بهشون حرامه، چجوری باید بگه؟ ما داریم میبینیم این داره در اون مسیر حرکت میکنه. حالا بنده دلم خوش باشه که آقای حسن روحانی یک سند شهروندی نوشته است تا ببینیم چه میشه اگر در لایه‌های بالا هم تغییراتی بشه. چه تغییراتی میخواد بشه؟ لایه‌های بالا و پایین نظام رو ما 35 سال دیدیم، همین 50-60 نفر آخوند هستند که پستا رو دست به دست کردن، آقای رفسنجانی، آقای روحانی. اینا همین آقای روحانی مسئول تصفیه ارتش بود از روز اول از طرف آقای خمینی، بعد امنیت ملی رو در دست داشت. خب شما نگاه کنید مگه کم جنایت شده غیر از اعدام ها؟ حالا ما چرا چسبیدیم به یک اعدامی که احیانا یه نفر رفته تجاوز کرده به یکی سرش هم بریده، البته اسمش ندا آقا سلطان نبوده، ترانه موسوی نبوده، اونا که تیراندازی کردن اونا نبوده، یه نفری بوده رفته تجاوز کرده یکی رو کشته، عد ما میایم میگیم آقا اینو دارن درست اعدام میکنن. خب حالا اومدیم یه نفر درست. بحث این که در یک کشور اعدام باید باشد یا نباشد، در آمریکا چه سیری داشته، در اروپا چه سیری داشته، خب باید این فرهنگ سازی بشه و ما میبینیم
که واقعا توی 35 سال این رو ساختن، دارن میسازن در ذهن مردم. شما سریالاشون رو ببینید، فیلماشون رو ببینید، خب در ذهن مردم دارن اینو جایگزین میکنن. خب حالا ما بیان بگیم این بخشی از مردم هن واقعا آزادانه، خب اونی هم که اعتراض میکنه بخشی از مردم، ستار بهشتی هم بخشی از مردمه، چطور اونا رو ما توجه بهش نکنیم؟ مگه اینهایی که زندانی شدند از خود اصلاح طلبان؟ اصلا چرا از ما اصلا مخالفان رژیم هم نیست، از اصلاح طلبان؟ مگه اینا بخشی از مردم نیستن؟ مگه اینا صدا ندارن؟ مگه دکتر ملکی نیست؟ مگه دیگران نیستن؟ خب جلو اینا رو میگیرن، خب این هم حقوق بشره. در حالی که نمیگذارند یه نفر بیاد بگه آقا این کار غلطه، تا این مردم رو آشنا بکنه آقا این لایه قصاص به این صورت اعدام کردن غلط است. عرض کردم خدمتتون آقای مصباح یزدی گفته است اصلا ما این حقوق شهروندی رو قبول نداریم. از همین ابتدا ما خودمون حقوق اسلامی داریم، به صراحت هم میگوید این که فکر بکنید حقوق یک باهایی یا یهودی یا مسیحی با مسلمان برابر باشه، این فکر باطلی است در حکومت اسلامی. دیگه به چه زبونی باید بگن؟ حالا آقای روحانی بیاد یه سری کارا بکنه، عرض کردم آخرش میشینن چهار تا علما و یکی هم آقای خامنه ای میگوید آقا بنده مخالفم، تموم شد و رفت. بنده با این نظر متاسفانه موافق نیستم جناب چالنگ. در زندانهای جمهوری اسلامی زندانیان متفاوت از هر شیوه فکری، مرام فکری، طرز تفکر تا دین و مذهب هست، از نو مسیحی هست تا یهودی هست تا مسلمان هست، سنی، شیعه، آقای کاظمنی بروجردی روحانی شیعه تا درویش گناهبادی، از چپ هست تا از ملی‌گرا هست تا کسانی که هنوز البته برای من روشن نیست این مفهوم ملی مذهبه، میدونم به چه کسانی گفته میشه، اما به هر حال همه رقم هست. این نظام از زن و مرد، دانشجو، وکیل، حکومتی در ایران بر سر کاری که از این نظر در دنیا نیز صاحب رکورد هست. تعداد وکلایی که در ایران به زندان رفتن، پیش از انقلاب خانم شیرین عبادی اولین زن وکیل بود، حالا بگذاریم از اینکه در جمهوری اسلامی در فقه شیعه زن حق قضاوت نداره، اولین قاضی بود ببخشید خانم عبادی، از خانم از این ستوده و بقیه که به زندان رفتن بیرون اومدن، الان آقای سیف‌زاده هست در زندان و بسیار دیگه. گره و مشکل اصلی از کجا شروع میشه که این همه طیف زندانی سیاسی در ایران هست با نقض حقوقشون؟ آقای اردوان عزیز، عرض کنم که من فکر میکنم مسئله دشمن پنداری در جمهوری اسلامی در لایه‌های مختلف جامعه و تصور اینکه به هر قیمتی هر نوع صدای مخالف شنیده نباید بشه صرف به خاطر اینکه حاکمیت و بقای حاکمیت به این ترتیب باقی خواهد ماند، بزرگترین معضل پیش روز، یعنی در گذشته و پیش روز، که اگر تا روزی که این شرط وجود داشته باشه تقریبا ما از هر قشری در زندان ها آدم خواهید. و موضوع بر سر این نیستش که یک کسی چه اعتقادی داره و یا اینکه چقدر مسئله اعتقادی اون میتونه به دیگران منتقل بشه، موضوع احساس خطری است که همیشه در یک حاکمیت بشه. معمولا چیز عجیبی نیست که حاکمیت های تمامیت طلب زندان های پری داشته باشن و تقریبا ما در این مدلش رو همیشه در همه این الگوها دیدیم. و همین ترتیب که وقتی شما همه رو دشمن فرض بکنید، همین ها رو دستگیر میکنید و این جنس خاص و مشخصی نداره. در گذشته این روند معمولا شامل طبقه های مشخصی میشد، یعنی در دهه 60 خب مجاهدین رو میگرفتن، چریکا رو میگرفتن، حتی در یه دوره جنبش مسلمانان مبارز که به نوعی حالا مسلمان بودن و مبارزان بودن، اینها هم تقریبا دشمن محسوب شدن. و اتفاقاتی که بعد از اون میفته، این روند همین جور که پیش میره اگر دقت بکنید ببینید تعداد دشمن ها افزایش پیدا کرده. این اگر در اون موقع اگر مجاهد و چریک فدای خلق و مثلا فرض کنید دو تا گروه دیگه به نظر میرسید برای حاکمیت خطرناکه، در بدنه حاکمیت آدم ها به این توافق رسیدن که خب اگر مثلا فردا
نمیدونم دراویش و گنابادی هم اظهار نظری بکنن یا حرفی بزنن، خطر است اگر فردا همین اصلاح طلبان هم که در بدنه حکومت بودن حرفی بزنن، خطر هستند. و با همین تفکر خطر، شما تقریبا ما یک واریته و یک مجموعه از انواع زندانی در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی داریم. این افراد به واقع اگر در پیش از این، چون مثلا من تقریبا میتونم بگم من در سال هاست که شناختی نسبت به درویش گنابادی و درویش نعمت اللهی گنابادی دارم، اصولا میدونم که اینها مردمانی هستن که اهل خشونت نیستن، اهل تبلیغ به معنای مبارزه با مثلا فرض کنید که حکومت هم هیچ وقت نبودن و نیستن، و قطب این درویش هم بارها و بارها نسبت به این مسئله تاکید کرده. و این افراد تقریبا نزدیکترین تفکر رو هم اتفاقا به شیعه اثنعشری دارن، یعنی تقریبا کاملا منطبق هستن با شیعه اثنعشری. اما عدم پذیرش حضور حتی این افراد در اجتماع خودش نشون میده که سطح تصور حاکمیت نسبت به تعداد دشمنانش سطحش کاملا رفته بالا. و از یک طرف یه نکته هم به نظر من اهمیت داره و اونم اینه که با این تفکر یک نکته ممکنه روشن باشه و اونم این هستش که نگرانی در حاکمیت برای تداوم افزایش پیدا کرده. این یه مفهوم کلی است، به جهت شما یه روزی فکر میکردین 3 تا دشمن دارین، امروز فکر میکنین 300 تا دشمن دارین. و این خودش نشان دهنده شرایطی است که ممکنه حاکمیت باش دست به گریبان باشه، یعنی وقتی که نتونسته الگوی خودش رو در ارتباط با این دشمن پنداری تغییر بده، هر روز بر تعداد دشمناش افسوده شده. حالا اتفاق مهمم که این وسط افتاده اینه که خب الان میدونیم تعداد از دراویش در اعتصاب قضا هستن، دراویشی که دستگیر شدن تعدادشون که وکلایی بودن که مردمان فرهیخته و انسانی بودن، واقعا من بارها باشون مصاحبه کردم، صحبت کردم، در جمع اینها بودم. امروز میبینم که وقتی اینها در گذشته معترض به این بوده که حالا چرا مثلا راحت‌تر حرف نمیزنن، بعد از تخریب مساجد اینها، مراکز اینها، حسینی ها اینها در بروجرد، در قم، حمله به محافل اینها، دستگیری، کشته شدن در درگی خیابان، امروز اینها به یک وزن مبارزه علیه نظام دارن تبدیل میشن و این وزن رو هیچ کسی به وجود نیاورده جز حاکمیت در خود نظام. یعنی یک آدمی که بی تفاوت بوده رو تبدیل کرده عملا با فشارهایی که بهش آورده تبدیل کرده به یک مبارز، و این خطر بزرگی برای خود نظامه. و این افراد میان در زندان آموخته تر میشن، آبدیده تر میشن، قوی تر میشن، و این خود نظامه که داره برای خودش کار میکنه. من تو این جریان اگر با همین روند بره جلو، قطعا یک جایی باید بسازه که نه این یک زندانی، البته به نوعی به نظام من گاهی یک زندان این چنینی ساخته شده، ولی ابعاد این زندان باید بیش از این حرفا باشه، چون بعد به تعداد دشمن ها انقدر اضافه خواهد شد که ما جز خودمون بقیه دشمنمون محسوب بشن. سپاسگزار هستیم آقای اردوان روزبه گرامی. با اردوان عزیز در همسایگی خود ما در اینجا در واشنگتن خداحافظی میکنیم. در ادامه برنامه آقای فرد صابری به من و شما خواهند پیوست، آقای محمدی در استودیو همچنان با ما خواهند بود. با سپاس بسیار. طرف شما هم طبعا برف است و شما هم در محاصره برف اردوان نیست؟ بله تقریبا هوا 14 درجه زیر صفر در محله ما، البته بارندگی نیست، هوا کمی آفتابیه، ولی ظاهرا میاد که این آخرین زورهای سرما در ایالت مریلند و شکوفه ها در حال شکفته نزدیک کم کم. بله به استقبال نوروز میریم کمون بیشه در اینجا ویرجینیا، واشنگتن و مریلند و سراسر آمریکا و جهان. نوروز ایرانی در راه است. سپاسی دوباره اردوان روزبه گرامی. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا سه شنبه شب از واشنگتن با شما هستیم. به ما پیوستند آقای فرده صابری از استوکن سوئد. اما پیش از هر چیز من میخواستم در اینجا اشاره کنم به اطلاعات تازه‌ای که درباره 3 تن از مسئولان زندان اوین منتشر شده. آقای علی اشرف رشیدی هست، معاون مدیر کل زندان‌های
تهران که سابقا در دیزل آباد کرمانشاه بوده، محمد حمیدی راد هست که معاون قضایی زندان اوین هست، جواد مؤمنی هست که ایشون دربارش خیلی صحبت های زیادی بود قبلا، و شخص دیگری هم به اسم آقای خدابخشی هست که اینها رو حالا اطلاعات بیشتری دربارشون حتما در دسترس شما قرار خواهیم داد. کسانی که در شکنجه زندانیان سیاسی نقش دارن، اطلاعات دقیقتر وسیعتری رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. به آقای فرد صابری، آقای محمدی موافق هستید که هر دو مشترکاً از دو پایتخت مهم جهان واشنگتن و لندن به ایشون خوش آمد بگیم؟ عرض سلام دارم خدمتشون بنده است، بنده هم و خوش آمد میگم. آقای صابری سلام خدمت شما، جناب چالنگی در واشنگتن و آقای محمدی در لندن سلام عرض میکنم و امیدوارم روز شب روز و صبح خوبی داشته باشیم. آقای صابری، بحث ما درباره حقوق بشر، وضعیت در واقع نقض حقوق بشر، برباد رفتن حقوق بشر از جمهوری اسلامی و موج اعدام هایی که مهمان پیشین ما آقای اردوان روزبه به این نکته اشاره داشتن که این به هر حال فرهنگ بخشی از مردم هست، یعنی بخشی از مردم پذیرفتن، حرف بی اساسی هم نیست، بخشی از مردم برحال تربیت اینچنین دارن، قصاص رو یک نوع انجام عدالت میدونن. تفسیر شما رو میشنم راجع به این موج اعدامایی که آغاز ادامه داره در ایران، در دولت حسن روحانی هم افزایش یافته، چه تفسیری دارید شما؟ ببینید جناب چالنگی، خدمت شما عرض بکنم که از زمانی که 35 سال پیش جمهوری اسلامی سر کار اومد، سعی کرد این فرهنگ قصاص رو تو جامعه جا بندازه و شما میدونین که هر موقعی که اینا میخوان اعدام بکنن، عده‌ای از کارمندان دولت و کارگران دولت رو میارن پای این اعدام ها به با دادن صلوات و از همین چیزایی که شما دارین میبینین در یوتیوب و جاهای دیگه هست، در جریان در سایت های مجازی شما دارین میبینین روزانه، این فرهنگ رو جا انداختن. متاسفانه این روزهای آخر که شما دیدین با اون وضع اسفناکی که اینا اعدام کردن، یعنی بعد از جریان اوکراین که پیش اومد، آقای محمدی هم که اومد گفت مردم یه مرتبه هوو برشون بر نداره، یعنی مردم زغزده نشن به خاطر جریان اوکراین، شروع کردن جوانان کشور یا زندانی هایی که متهم بودن در نقاط مختلف ایران اینها رو اعدام کردن و عده‌ای رو آوردن پای این اعدام ها با دادن صلوات یا با هورا کشیدن و این داستان ها. البته بگذاریم که خوب عده‌ای هم همینجوری میان، یعنی معتقد هستن به مسئله قصاص و اینا، به اون مسئله اسلامی که این آقایون مطرح میکنن معتقد هستن به این جریان، ولی کلیت مسئله رو اگه کن مسئله رو بخوایم نگاه بکنیم، این نهادینه شدن این فرهنگی هست که تو ما گذاشتن، یعنی تو جامعه ایران گذاشتن این کن فرهنگو و شروع کردن با این اینو تو خانواده ها گسترش دادن. شما میبینید که مثلا بچه رو میارن اونجا پای اعدام، خب شما حساب بکنید که اگه این بچه بزرگ بشه با اون فرهنگ چه شکلی میتونه، بعد بزرگ شد چجوری میتونه فکر بکنه، فرهنگش چه خواهد شد. به همین دلیل من فکر میکنم که این یک مشکل فرهنگی اینا میخوان ایجاد بکنه. البته قادر نخواهند شد، شما میدونین که ایران 75 میلیون جمعیت داره و اینا سعی میکنن عده‌ای از آدمای خودشونو بیارن، یعنی بیشتر از آدما کارمندا و کارکنان خودشونه که میارن، شاید هم عده‌ای واقعا دوست ندارم بیام پای این جریان، ولی خب به خاطر معیشت زندگی، به خاطر زندگی روزمره خودشون میام پای این مسئله. این مشکل حالا معلوم هم نیست که کارگر یا کارمند باشه، من به هر حال این چون ما گزارش راجع به سنفشون ما نداریم، ممکن پاسدار باشن، بسیجی باشن، همه رقم میشه.
به هر حال همه جزء، یعنی جزء آدمای خودشون، به علاوه یک آدم کسی که اصلا معتقد به این مسئله باشه یک بحث دیگره، اونی که شما کسی رو به زور بیاری، یعنی کارمند دولت یا کارگر دولت، حالا میتونه سپاهی باشه، میتونه هر جا باشه، میتونه اونم شما بیاری، یعنی به هر حال یه چیزی که شما آوردین اونجا با پول پلا خریدین مردم آوردین اون زیر. ولی من فکر نمیکنم کسی رو فرد عزیز به زور آورده باشه، اونم کارگر یا کارمندی، کسایی که میرن اونجا از پنج صبح. به هر حال بعد بفهم. ببینید آقای چارنگی، کسی که ساعت 6 صبح بلند میشه میاد، تو همین چند مدت پیش بود در زمین فوتبال بود فکر کنم یه همچین کاری کرده بودن، آخه ساعت 5-6 صبح مردم که بلند نمیشن بیان پای چوبه داری یکی وایستن. چرا نمیان آقای فرد عزیز؟ میان خیلی هستن. حالا موضوع ما این نیست، بفرمایید این افزایش اعدام ها رو. من ببینین افزایش اعدام ها رو شما که خودتون دارید میبینین، یک مسئله همین مسئله اوکراینی که به شما گفتم، اینا به خاطر این رژیم ترس از همه چی ترس داره جناب چالنگی. این رژیم همه چیز براش ناگواره. اینها تا دیدن در اوکراین همچین اتفاق افتاده بلافاصله شروع کردن اعدام ها رو. و این رژیم از طرف دیگری هم زمانی که آقای روحانی اومد اوضاع اقتصادی کشور خرابه، اجباراً اومدن یه سری رفرم هایی بدن، یک سری از بودجه های جاها رو کم کردن و از طرف دیگه مسئله اعدام رو بردن بالا. خب این مثل دقیقاً مثل این مسئله اقتصادی میمونه، وقتی تورم که میره بالا شما میبینین از اون ور بهرام میره بالا. حالا حکایت ایناست، اینا وقتی یه مقدار کفگیر تا دیک خورده و اومدن این کار انجام دادن، شروع کردن از اون ور اعدام ها رو اضافه کردن، اونم در ملیه آن که از مردم رو بترسونن که مردم دست به کارهای مختلف نزنن. بعدش هم شما دیدین دیگه هیچ کدام اینا در هیچ دادگاهشون علنی نبوده، اکثرانش هم به جرمای مختلف اینا اعدام میکنن. آقای محمدی یک نکته هست، الان با آقای حسن روحانی شما اشاره کردین در نیمه اول نخست برنامه میبخشید که ایشون مأمور تصفیه ارتش بود و بعد الان به این شکل در اومد، یعنی حقوق شهروندی رو بر کاغذ می نویسه و حالا هرچه کس. آقای سید حسین موسوی تبریزی که اطلاعات تازهی درباره ایشون منتشر شد، ببینید ایشون طبق معیارهای بین المللی باید در دادگاه جنایات علیه بشریت در لاهه این محاکمه می شدیم. عرض کنم خدمتون در قتل بسیاری دست داشته، کسی هستش که شخصا در مراسم اعدام شرکت میکرده که هیچ حتی تیر خلاص در مواردی زده، آقای موسوی تبریزی. کسی هستش که مأمور شده بر روی فاجعه فراموش نشدنی سینما رکس آبادان سرپوش بگذاره، رفته اونجا یک دادگاه فرمایشی نمایشی را انداخته، افراد بیگناهی رو گرفته و اعدام کرده، صاحب سینمایی رو که سالیان سال پیش سینماشو اجاره داده بوده اعدام کردن، صدفان بهمنی گرامی رو اعدام کردن و بقیه رو، بقیه ای که اصلا اون سینما رو آتش زدن خب به جای رسیدن، از کیاوش گرفته تا خود همین آقای میرحسین موسوی که در زمان آتش زدن به آبادان رفته بوده. آقای نوری همدانی پدر همسر ایشون اعتراف کرده، یعنی گفته به عنوان افتخار که ایشون هم دستش برام. وقت کوتاه کنم، آقای موسوی تبریزی الان اصلاح طلب شد، در میون کسانی که اصلاح طلب هستن بسیار زیاد هستن، حالا عدهشون اومدن واشنگتن و جاهای دیگه و با هاورماس و کارپوپر و اینها که افتادن نقاب جدیدی به چهره زدن، یه عده‌ای هم مثل آقای موسوی در داخل اصلاح طلب شدن. کسی که آیت الله منتظری در خاطراتش اشاره میکنه که ما اصلا وضعات بسیار کمی داشتیم، اصلا نداشتیم برای امر قضاوت، حتی هم قضاوت اسلامی، و اینها روانه شدن و آدم کشتن حتی خلخالی هم اواخر عمرش میگفتن اصلاح طلب شدن. این دایره با
این دایره ای که این افراد در زمانی که لازم باشه آدم میکشن بدون هیچ واهمه آستین رو بالا میزنن، شمشیر فقاهت رو به دست میگیرن، گردن میزنن، و در زمانی هم که لازم باشه برای بقای حکومت نقاب اصلاح طلبی به سر به چهره میکشن، از پاسدارش بگیرید تا کسانی که پونز بر پیشانی دختران مردم میزدن در همین واشنگتن. الان صحبت کارپوپر و هاورباس ما هاورباس میکنم. این یکی از علتهای وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نیست؟ یعنی یکی از پایه های اساسی این فریب همگانی که جاری است در ایران؟ عرض بکنم حضورتون، در قسمت اولم عرض کردم خدمتتون که این یه روندی است که از روز اول انقلاب، یعنی از روز چهارم دقیقاً، حالا روزهای اول که بسیاری کشته شدن اینا، ولی از روز چهارم با اعدام اون افسران بر پشت بام مدرسه علوی آغاز شد. تا حالا هم این ماشین داره کار میکنه و اعدام میکنه. اتفاقا اشاره کردین به آقای موسوی تبریزی، جایزه‌ای که بهش دادن بعد از اون ماجرای سینما رکس و کشتن افرادی مانند سطوان بهمنی یا مثلا صاحب سینما و حتی خود طرف که میخواست میگو آقا من خودم این کار رو انجام دادم، اون رو هم میخواستن رها کنن، آیت الله زم و غیر و زالک، ولی ایشون جایزه شو گرفت، پست دادستانی رو پیدا کرد، درست مانند آقای خلخالی. اینها جناب چالنگی از روز اول با اعمال زور و سرکوب و قتل و کشتار بر سر کارن، تعارف نداره این. حالا هر کدوم یه روز یه نقش بازی میکنن، کدوم اصلاح طلب آخه چی رو میخوای اصلاح کنی؟ حالا اینم باز یه بحث دیگری است، ولی این آخری ها همونجوری که اشاره کردین، آقای خلخالی هم اصلاح طلب شده بود. اینا کسانی بودن که اصلا این حکومت رو پایش رو صفر کردن، واقعا محکم کردن، ترس و وحشتی که ایجاد کرده بودن بی‌نظیر بود. شما حساب بکنین همین آقای خلخالی واقعا به هر شهری میرفت لرزه بر اندام مردم میانداخت، همین آقای موسوی تبریزی همینطور. حالا اومدن، واقعا میشود از اینا انتظار داشت که اینها حقوق بشر رو رعایت کنن؟ اصلا فرض رو بذاریم جناب چالنگی بر این که بله، کسانی که اعدام میشوند همشون قاچاقچی هستند. اگر این حد از قاچاقچی داشته باشیم، این چه مملکتی است که این همه قاچاقچی توشه؟ تازه اونایی که دستگیر کردین، چرا باید طرف بره قاچاقچی و تازه با این همه اعدام، این همه مواد مخدر به وفور در ایران هست، در وقت... دست حال... از مواد غذایی ارزونتر. به خاطر اینکه اینها اگر هم واقعا قاچاقچی باشن، دست هشتم و دست نهم من اصلی ها که بالا هستن. خیلی ساده است، این تعریفش خیلی روشنه. آمار 10 سال پیش بنده به شما میدم، خود نظام اعلام کرد که در تهران 5 تن تریاک در روز کشید، در ماه کشیده میشه. شما حساب بکنید، جمع بزنید با شهرهای دیگه، آقا میشه در ماه 15 تا 30 تا تریلی میخواد اینا رو برداره بیاره، مگه میشه قاچاق؟ حالا فرض کنیم اینا قاچاقچی هن، آخه چجوری جامعه رو شما آلوده کردین به موادی که اصلا باور کنید بنده نمیشناسم، نمیدونم. میگن 5 تن تریاک در روز، در ماه، در روز، در روز 5 تن. بله در روز، معذرت میخوام، در روز. و شما حساب بکنید در جاهای دیگه 15 تن هم اونا باشه، در شهرستان هم میشه 20 تن، در ماه میشه 600 تن. بابا 20 تا 30 تا تریلی میخواد، این رو کی میخواد بیاره با شطور و بار اولاغ و تو جیب که نمیشه آورد. ولی فرض بکنیم که اینها قاچاقچی هستن که نیستن، چه حکومتی، کی باعث شده که اینها برون طرف یه همچین کار خطایی؟ جز این استش که راه ها رو بستین، دستشو بستین. شما برین در بلوچستان و سیستان و بلوچستان، وقتی در فشار گذاشتین که هیچ کاری نمیتونه بکنه، میره قاچاق مواد بنزینی میکنه، از این ور مواد نفتی رو میبره، اون ور میفروشه. راهی نذاشتن. ولی ببینین، بازم عرض میکنم، ابتدای عرضم و خدمتتون عرض کردم که تمام اینها تعارضی است که نظام جمهوری اسلامی با حقوق بشر جهانی داره، قبول نداره و ضمناً وحشت هم داره از مردم. این ترس رو باید همواره نگه داره. ما 4 سال پیش دیدیم که آقای خامنه‌ای اومدن دستور کشتار دادن در نماز جمعه صراحتاً، و اون واقعه
جنبش سبز و این کشتار عظیم به راه افتاد که هنوز هم از اون کشت از اون جنبش هنوز هم میترسن جناب چلنگ. خب الان صحبت اتفاق همینه فرد عزیز. مثلا آقای محمدی به موضوع بسیار حساس و دقیق و در این حال درست اشاره کردن که اگر این همه قاچاقچی رو شما اعدام میکنید پس چرا این همه مواد مخدر همچنان ادامه داره؟ و بعد اگر این همه قاچاقچی هست و اعدام میشه، خب این چه مملکتی که روزانه دارش این همه قاچاقچی تولید میشه؟ که کارخونه اعدام روزی 7-8 نفرشون رو میبرد باز هم ادامه پیدا میکنه. به هر حال از هر سرش بگذاریم، تفسیر شما رو میشنویم. نقش دولت جمهوری، حکومت فقیه، جمهوری فقیه در مواد مخدر و وضعیت مصیبت باری که اکنون هست. ببینید جناب چلنگی، همونطوری که با خبر هستین چند روز پیش دوستان زندانیان سیاسی از زندان 23 نفر یه نامه‌ای دادن به نامه سرگشادگی دادن به شورای حقوق بشر سازمان ملل با آقای احمد شهید. به اونجا نقش این شکنجه زندانیان سیاسی رو سیستماتیک عنوان کردن. شما ببینید تو زندان که شما جایی که بسته است، رژیم جمهوری اسلامی با تمام چیزهایی که وجود داره، چشما داره میبینه، افراد اونجا هستن داره میبینن، شما ببینید شما این سیستماتیک این کارا رو انجام میدن. حال شما فکر بکنید که بیرون از زندان به جایی که این افرادی رو میگیرن که شما اصلا اسمش نمیدونید. همین چند هفته پیش شما دیدین که اون جوان آوردن اونجا اعدام کردن که اون حتی حق نداشته با مادرش صحبت بکنه، با مشت لگد اینو بردن بالای دار. خب شما نگاه کنید، این نظام نظامی است که در دیناش به قول معروف میشه گفت که این وحشت توش هست. یعنی این نمیتونه خودش، فکر نکنیم که ماها اینجا نشستیم مبارزه میکنیم با اینا. من مطمئنم که این آقایون از وحشت این کارا رو میکنن، به خاطر اینکه اینا میدونن که اگر دست از این کارا بکشن مردم به خیابون ها میریزن. هیچ که در داخل ایران نیست که از این وضع راضی باشه. ولی خوب، حالا شاید شما به من بگید که خوب اگه نیست پس چرا میرن پای چوبهای دار وامیستن نگاه میکنن؟ آره، چند نفر میرن پای چوبهای دار وامیستن نگاه میکنن. بسیار آدمای قدیدی هستن که میرن به اینا پول میدن، حالا به هر شکلی میرن، یا معتقدن به مسئله قصاص یا اینکه این کارو میکنن. آقای محمدی شرح دادن اینا، وقتی 5 تن در روز شما مواد مخدر در کشور هستش، یعنی چقدر شما با چند تا تریلی باید اینو وارد بکنی؟ یعنی این کار آدمای معمولی نیست. ما قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم جناب چلنگی سر همین مسئله که تو خارج از کشور اینا خیلی ها رو به دام انداختن. در مالزی من دیدم که چند نفر این خانمای جوان الان هستن منتظر اعدام هستن اونجا، و این نظام از هیچی کوتاهی نمیکنه و میخواد نشون بده که آقا من اینایی که داره در ایران اعدام میکنم، حالا به نام سیاسی میگیره، به جرمهای دیگه میگیره، ولی به نام قاچاقچی اعدام میکنه اینها رو، که به جامعه جهانی، به حقوق بشر جامعه جهانی که دائم داره به اینها اعتراض میکنه، نشون بده که آقا اینا مواد مخدر استفاده میکنن یا خرید و فروش مواد مخدر میکنن. ولی جامعه جهانی که جناب چلنگی اینها رو میبینه، همین چند مدت پیش بود آلمان، سوئد، هلند، نروژ، انگلیس، استرالیا و حتی آمریکا پولهایی که برای مبارزه با مواد مخدر به ایران میدادن قطع کردن. یعنی قشنگ مشخص اونا فهمیدن که این جریانی که اینا داره به پیش میبرن خود جمهوری اسلامی، یعنی خود نظامی که داره این کار رو میکنه. فقط وحشتی که میخوان تو جامعه به پیش بیارن به نگاه بکنید که اینا همه قاچاقچی هستن. این مشکل اساسی ماست، به این با فرهنگ ما داره عجیب میشه. مشکل اساسی اینه. سپاسگزار هستم آقای فردی صابری گرامی، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم جناب چلنگی و... اجازه هست اگه وقت هست من یه کوتاه یه چیز کوچیکی رو خدمت شما عرض بکنم؟ متاسفانه وقتمون رو به اتمامه، در یک دقیقه
وقتی هست جناب چرنگی میدونه همینجوری که میدونین در میدیا اومده این جوان که در دبی گرفتن به جرم متاسفانه به جرم مواد مخدر و این جوان بهش اعدام دادن و الان هستی که حکم پایین تر اومده حبس ابد دادن. من از تمام دوستان خواهش میکنم برن تو فیسبوک این جوان به نام فرزان اطهری برن اونجا امضا بکنم به پشتیبانی بکنم. من خیلی ممنون از هنرمندان ما که همه این مسئله رو پیگیری کردن و پشت این جریان گرفتن، مثل اینکه دسیسه‌ای بوده برای این جوان درست کردن. اینو خواستم خدمت شما به در برنامه شما بگم. سپاسگزار هستیم، امیدواریم عدالت در مورد جوان ایرانی رعایت بشه، اجرا بشه و چنانچه جرمی مرتکب نشده قطعا امیدواریم که هر چه زودتر آزاد بشه و مجازاتی اگر جرمی هست در خور اون جرم متوجه ایشون بشه. با سپاس بسیار از شما، سپاس بسیار از آقای ناصر محمدی گرامی. ممنونم از لطفتون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر که هیچ کس به خاطر عقاید و افکار و سیاسیش در زندان نباشه و هیچ جوانی آلوده به مواد مخدر نباشه در ایران زمین. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و آسماری و توچال و سند و سبلان، الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.